جریان بخونه در این خاک، در این خاک، در این مزرعه خاک، به دوش به دوش دیگر نیش نکن، دیگر بردو نکن. این موجی که تو بردوشگاه شهر اینجا من اگر با خودم گفتم بای اگر ما یه روزی به خواستشون ندارم چه اتفاقی بیافته، یعنی وحشت کرده دم بردم شادیاره باش با هم حد داری. ببینید ترکیب نیست که مسئله مطالبه محوری زنان باعث مطالبه محوری کارگران، دانشجویان، گروه های دیگه شد. اینجوری نیست که حالا جریان زنان، جنبش زنان در ایران با یک رکودی مواجه شده و باورم هم نیستم چون خاملایجی هم گفتن که خود جنبش با یک توقع و رکود مواجه شده، بلکه داره در لایه‌های عمیق‌تر حرکت می‌کنه. به زرس قاشی به این باور دارم که حتی بس مطالبات زنان به شکل خیلی جدی داره در کشور پیگیری میشه. به نظر میاد که یه جوری این جنبش سبز در واقع بار زنانش قوی تره و شاید این دوری از خشونت، این میل به تساهل و تسامح، کنار هم دیگه بودن، این میل به این که کاملا ابزار خشونت رو بلا اثر بکنیم، از همین ویژگی های زنانه‌ای که تو این جنبش کاملا باربر شده. زنانی رو داریم ما میبینیم که با عنوان مادران شهدا دارن ایفای نقش میکنن، زنانی رو داریم میبینیم که با عنوان مادران آزادگان دربندمان، همسران آزادگان دربندمان، حتی اینا دارن تولید یک ادبیات زنانه میکنن که شاید در تاریخ در واقع گذشته ما بی سابقه است. با یکی از زندانیان سیاسی قدیم صحبت میکرد، ایشون برگشت که من میخوام یه چیزی به شما زنا بگم، باورم اینه که زنا اومدن استانداردهای زندانی سیاسی بودن رو بالا بردن. وقتی راجع به خانم منصوری حرف میزنن این دوستان که چگونه داره در این زنانی که اونجا هستن فضای امید رو، نشاط رو، عشق و دوست داشتن رو، حتی توجه به سلامتی و سالم بودن رو ایجاد میکنه. یه نکات خیلی مشترکی بین جنبش اجتماعی که الان وجود داره و جنبش زنان، تجربه‌ای که ما طی سالهای اخیر رو پشت سر گذاشتیم، وجود داره. جنبش زنان در ایران چند سالی رو پشت سر گذاشته با اوجگیری سالهای اخیر. خیلی بی‌تعارف به شما بگم، به 10% خواسته‌هاش هم نرسیده، اما یک جنبش بی‌بازگشت شد. نقش مهم جنبش سبز این بود که تمام این جنبش های منفکر هم و گرده هم آورد و تونست یک جریان فراگیر ایجاد بکنه. فکر میکنم در همین نکته نهفته است، رایش رو پس بگیره یا نگیره به یه جنبش فراگیر بین المللی و داخلی تبدیل شده. من متاسفانه بگم که مسئله پیگیری مطالبات زنان در دفتانش ابزار سیاسی برای سوء استفاده شده. این حداقل اینجوری هست که من خودم وقتی مسائل مربوط به زنان رو پیگیری میکنم همیشه به بعضی چیزا مشکوک میشم. چه کار بکنیم که پیگیری مطالبات زنان در حالت ویترینی خارجش میکنیم و اینو ببریمش تو توده های زنان؟ تا حالا من ندیدم که یه گفتگوی جدی راجع به نحوه پیگیری مطالبات زنان بین جامعه زنان ما و زنان فعال ما صورت گرفته میشه. کجاها کاری انجام دادیم موفق شدیم و کجاها شکست خوردیم؟ مثلا من این تقدیم مدرسه فمینیستی هست که اون مطالبه سراچی یعنی شد زنده امروز چند از آقایون فعال سیاسی نشون دادم خیلی موضع بدی گرفتم. در جامعه ایران بعد از مشروطه تجربه تلخی وجود داشتیم، همیشه جنبش‌ها به پیروزی رسیدن، حقوق زنان فراموش شده، در حالی که زنان جزو نیروهای اصلی شکل دهنده یا مشارکت کننده در اون فرایند بودن. در رابطه با جنبش سبز که متفاوت هست از این بابت با جنبش‌های دیگه، چون بخش عظیمی از بدنه جنبش سبز زنان هستن، باز همین دغدغه وجود داره و علت اصلیش هم فقط در اینه که همیشه رهبران جنبش‌ها و یا کسانی که اومدن بعدها به قدرت رسیدن در اون عرصه قدرت حقوق زنان رو فراموش کردن. در اینی که در جنبش سبز ایران اینجوری نبوده و واقعیتش فعالیت‌های فعالان زن در طی دهه‌های گذشته و همینطور تو همین جنبش طوری بوده که این جنبش تاکنون با بار جنسیتی مواجه نبوده، اما باز این به هر حال یکی از دغدغه‌های ماست و من فکر می‌کنم که همه فعالان زن این طرف رو دارن و حضور خانم رهبر این صحنه این
توقع رو بیشتر ایجاد میکنه. فکر میکنم در این موقعیت که خب یه ایده در واقع میخوان هر صدایی که یک ذره فرق داره با صدای خودشون در نطفه خفه بشه، یعنی سیاست این تصویهایی که اشاره کردم در دانشگاه ها کاملا در هر شرایطی داره اتفاق میفته، در آموزش پرورش به نحوی، در ارگان های دولتی، هر جا میتونن دارن و به نه به بارستر زنان رو، من نمیدونم شنیدیم وزارت نیرو الان داره زنانشون رو تشویق میکنه که بشنن دیر خونه، این قوانینی که داره میاد و علارغم اون همه تلاشی که ما کردیم متاسفانه داره میاد به مجلس و تو کمیسیون مربوطه رفته و همچنان اینها دارن کاراشون رو میکنن. اتفاقا از این وضع آشفته دارن یه کاملا استفاده میکنم برای اینکه اون مسائلی که در مورد زنان میخواستم اعمال بشه در قوانین و در شرایط عادی نمیشد الان اعمال بکنم. اون اتفاقی که توی هشت ماه افتاد، یعنی اون بلایی که سر نسل من و نسل بالاتر آوردن، اون شب فقط چون این واجه‌های احساسی میشد چجوری زندگی های ما رو هم پاشوندن، یعنی چه به لحاظ جسمی و چه روحی و چه اون چیزی که برای آینده برای خودمون پیش بینی کرده بودیم. یعنی ما نسلی که به زور مراسم ازدواجمون با مشکل بود، کار پیدا کردنمون با مشکل بود، همیشه زندگی ما از خیر این نظام با مشکل به وجود اومد، همون هم توی این چند ماه از هم پاشوندن. یعنی فقط خواستیم توی این کلمات بخوایم بگیم این بلایی که سرمون آوردن این بود و همین. یعنی امیدوارم که تونسته باشیم اینو گفته باشیم و امیدوارم چه قدر زنان اندفه تونسته بشه، یعنی فهم هم تو همه نقاط تاریخی دیگه که توی ایران بوده زنان همینقدر تلاش کردن که توی چند ماه بوده منتها نشون داده نشده. شاید این بار شد شهدایی از زنان دادیم، ندا شهید شد و شهدایی دیگه میکنم بیشتر مشخص شد و فقط امیدوارم این جنبش صف، یعنی به خانم رهنورد بار گفتم به نظرم تو رأسش حتما باید یه زن باشه و خانم رهنورد یعنی بهترین ویژگی رو دارن. یعنی واقعا دلم میخواد موقعی که رؤسای جنبش صف رو میبینم یه زن رو حتما اونجا ببینم. خوشبختانه همه نظام دارن که جنبش صف یک جنبش ضد خشونت هست. خشونت ابعاد وسیع داره، خشونت اونی نیستش که هممون داریم میگیم دار و درفش و زندان و بگیر و ببر. تحریم های اقتصادی هم که اتحادیه به اصطلاح اروپا یا امریکا پنجول اضافه یک به ما تحمیل میکنه توی کتگوری خشونت قرار میگیره. نتیجه تحریم علاوه بر این که به اصطلاح اولین قربانیانش ما تو تجربه عراق و افغانستان دیدیم زنان و کودکان هستن، کسانی که از در واقع دهه 70 واقعا زحمت کشیدن و جریان جنبش زنان رو شروع کردن، همطور که مینو اشاره کرد، خانم کار، خانم شیرین عبادی و که واقعا خانم لاریجی حالا هستن از اون نسل و کسانی که شروع کردن این جریان و بعد در هم‌اندیشی زنان ما همین طیف رو در واقع در دورانی همین خانم ماشینی نمیدونم میلیو خانم بولایی همه همون کنار هم هم‌اندیشی رو راه انداختیم به مبارکی اون روزی که خانم عبادی اومدن و جایزه نوبل گرفتن و همه ما کنار هم جمع شدیم برای اینکه یک جریانی رو بندازیم. هم‌اندیشی کودکای زیادی داشت، از هم‌اندیشی نهادها و تفکرها و جریان‌های زیادی زاده شد، کمپین های زنانه زیادی زاده شد، کمپین 1 میلیون امضا بود، کمپین سنگسار بود. نتیجه تمام این حضور و تمام این مطالبه محوری این شد که بعد از این همه تلاش ما در این 8 مارس به نوعی 8 مارس اتحادیه غیبی نسوان بذاریم. این اتحادیه غیبی نسوان الان در سراسر جنبش دیده میشه. زنانی که زندان هست، زنانی که به قول خانم لاریجی نیمه پنهان زندگی میکنن، زنانی که مثل بنده و خیلی کسای دیگه مشروط از زندان اومدیم بیرون منتظر دادگاه و در منتظر با سپاهای سنگی، ولی زنان ما از اولین گرده همایی از همون کار خیابونی که به قول مینو روشی شروع کرد و زنان رو کشم تو خیابون، ما همه دارای پرونده شدیم و الان با خوشحالی با افتخار فکر میکنیم که حاصل تمام اون دستگیری و حاصل تمام اون فشارانی شد که میراث خیابانی جنبش زنان به جنبش صف شد.